سلام. از 27 میلیون جمعیت افغانستان 10 میلیون واجد شرایط کار هستند. 800 هزار نفر بیکار، 4 میلیون نفر فاقد کار دائمی و بیش از 30% کودکان به کار مشغولند. 60% کارگران در مزارع کار میکنند و کارمندان دولتی 382 هزار نفر هستند. در افغانستان نیز مانند بقیه کشورهای جنوب آسیا خوداشتغالی و بیکاری پنهان در سطح 59% آن وجود دارد. حد وسطی مزد کارگر در روز 5 دلار هست که معادل 300 افغانی می شود. از آقای علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی خواستیم تا در این مورد روشنی بندازند. با من ویدا ساغری تا نیم ساعت دیگر در برنامه زیر بنا خواهید بود. آقای افتخاری به برنامه خوش آمدید. تشکر. من سلام عرض ادب دارم در واسه خدمت شما و بیننده‌های محترم. ممنون. سطح بیکاری در افغانستان چه اندازه و چگونه است؟ یعنی رقم بیکاری فعلی طبیعی است یا چطور؟ هرچند ما رقم دقیق نداریم، اما متاسفانه بنا به واسه پذیری هایی که ما در بخش داریم و از مجموع 10 میلیون افراد واجد شرایط کار که شما اشاره داشتین، در حدود 4.5 میلیون ما بیکار و کمکار داریم که از این مجموعه باز در حدود 1 میلیون ما کسایی داریم که متاسفانه مطلق بیکار هستند و متباقی کسایی هستند که دچار شغلای کاذب هستند یا کارهای مقطعی و پاره وقت دارند، مثل دهقانی که در دو فصل اول سال اینا کار میکنند، دو فصل اخیر سال اینا مطلق بیکارند جز اینکه مصرف بکنند، یا کسایی که مثلا دچار شغلای کاذب هستند، کارهای مخفی دارند. مثلا یک نفر در روی بازار عملا کار میکنه، صبح تا شب یک کراچی داره یا کارهای فیزیکی دیگه انجام میشه، اما معاش از این وقتی که ما بسنجیم به او حد نیست که ما رو بتانیم که به عنوان یک کسی که دائم کار میکنه یک معاش مناسب داره ما رو بشناسیم. هرچند سازمان بین المللی کار تعریفی که از کار رو نام میکنن، میگن کسی که روزانه 2 دلار هم مایید داشته باشه در جمع افراد بیکار به حساب نمیره، اما نظر به این وضعیت اقتصادی در افغانستان یک کسی که 2 دلار یا 100 افغانی یا یک کمی بیشتر از 100 افغانی داشته باشه به هیچ وجه اون تکافوی روزگارشون نمیکنه. به دلیل اینکه از طرف دیگه ما کمتر خانواده‌هایی داریم که تعداد فامیلشان از 5 نفر کمتر باشه و در قسمت متاسفانه بیشترین مشکل ما داریم. بسیار خوب. آقای افتخاری، وزارت کار در طی این 13 سال چه اقدامات برای ایجاد شرایط بهتر کار برای افراد در کشور کرده است؟ از اونجایی که وضعیت کار ارتباط مستقیم به وضعیت اقتصادی داره، وزارت کار با درک این موضوع تلاش به اینه که ما از طریق ایجاد برنامه های آموزش های فنی حرفه‌ای مطابق به نوع از مارکت کار ما تلاش بکنیم زمینه کار فراهم بسازیم، چون با توجه به سایر عوامل بیکاری که در افغانستان وجود داره، یک از عوامل عمده بیکاری غیر حرفه‌ای بودن و غیر مسلکی بودن افراد است. به این دلیل ما تلاش کردیم در حدود 42 مرکز آموزش فن و حرفه داشته باشیم و بیشتر از 200 هزار نفر ما فعلا فارغ دادیم از مراکز مختلف آموزش فن و حرفه‌ای و در حدود 50 نو حرفه را فرا می‌گیرند در بخش‌های مختلف. و ویژگی دیگه برنامه ما اینه که در هر برنامه از برنامه‌های آموزش فن و حرفه‌ای 30 الی 40% سهم خانم‌ها در نظر گرفته میشه، سهم خانواده شهدا و معلولین در نظر هست و سایر افراد واجد شرایط. و چون باور وزارت کاری است که اگر ما بخوایم به یک توسعه دست پیدا بکنیم در افغانستان، ما اول باید روی ظرفیت نیروی انسانی کار بکنیم، اینا رو ظرفیتش بالا ببریم، اینا بعد از او ما شاید یک توسعه خود بودیم. چون اگر به شکل مصداقی و عینی ما صحبت داشته باشیم، ما زمانی میتونیم مشکل بیکاری در افغانستان حل بکنیم که ما یک سکتور زراعت مکانیزه شده و مدرن داشته باشیم که پاسخگوی نیازهای اقتصادی امروز باشه، و این سکتور زراعت مدرن منوط است به داشتن افراد مسلکی. و در هر بخش دیگه وقتی ما بیم بحث‌های اقتصادی داشته باشیم، ما نیازمند نیروی انسانی مسلکی هستیم. بنابراین با توجه به ساختن پالیسی ملی کار و شریک ساختن از همراه نهادهای سکتوری در بخش، بیشترین تاکید وزارت کار و امور اجتماعی روی ایجاد توسعه و گسترش مراکز آموزش فنی حرفه‌ای بوده. و از طرف دیگر وزارت کار با هماهنگی و نظرخواهی نوع اداره دولتی دیگر در حدود 169 استاندارد شغلی ساخته که از او وزارت معارف و نهادهای آموزشی که میخواهد این خصوص فعالیت داشته باشه میتونه از این استانداردها استفاده بکنه، که هدف از
ساختن استانداردها در قالب وزارت کار با توجه به مطالعه وضعیت کار یا بازار کار ای است که ما اول می‌خواهیم که از یک آسیب پذیری نیروی جوان ما جلوگیری بکنیم. مثلا فعلا سیستم به گونه که کل کسایی که از مکاتب فارغ میشن تنها یک گزینه امتحان کانکور و قبولی در دانشگاه ها دارن و اگر اینا امون نتیجه مطلوب را از کانکور نتونن بگیرن گزینه بدیلی برای اینا وجود نداره که حداقل اینا گزینه دیگر انتخاب بکنن. بنان یه امر سبب میشه که اینا دچار سرخوردگی های بسیار کلان شوند و ما در آغاز میخواهیم که از همین آسیب پذیری جلوگیری بکنیم که بعد از کسایی که از مکاتب فارغ میشن اینا با یک گزینه کانکور یا تک گزینه ای مواجه نباشن. از جمله 40 استاندارد از رسما با وزارت محترم معارف تسلیم داده شده که فعلا روی هم کریکولم مواد درسی و کار میشه که قرار است در سال آینده جذب داشته باشه که ما میخواهیم بعد از کل کسایی که از کانکور باز میمانن به نحوی اینا در انستیتوت های تکنیکی و مسلکی وزارت معارف و نهادهای آموزشی مسلکی که سایر نهادهای دیگه دارن اینجا جذب شوه. این چند خوبی رو میتونه داشته باشه. اول اینکه اینا از یک بی‌سرنوشتی بسیار کلان نجات پیدا میکنه. مسئله دومی که بدیل سازی میشه وقتی که ما کارگر ماهر مسلکی داشته باشیم مجبور نیستیم که ما یک کارگر بیرونی رو استخدام بکنیم با یک معاش گزافی که همین معاشی که میگیرن از لحاظ اقتصادی اینا سیستم اقتصادی افغانستان خارج میشه میره به کشور مربوطهشان و از طرف دیگه جای کار به یک افغان میگیرن. یک بدیل سازی از این جهت میشه و از طرف دیگه از لحاظ اقتصادی ما دستاوردی کلان خود داشتیم. وقتی که همین نیروی متخصص و مسلکی وارد مارکت کار شود در بخش های مختلف مثلا استاندارد های در بخش از هتلداری شروع که چندین استاندارد در بخش هتلداری در بخش راهن در بخش زراعت شما میالی شاید در جریان این صحبت های هم برنامه های هم که شما داشتین و تعقیب میکردم و میالی 80% محصولات زراعتی اگر اشتباه نکنم به بیرون از افغانستان پروسس میشه. یک بحران است یک مشکل بسیار جدی است. وقتی ما همین نیروی مسلکی و متخصص داشته باشیم بدون شک سرمایه‌گذاری‌های ما تشویق میشن که روی همین ظرفیت‌ها سرمایه‌گذاری بکنن و در نهایت منجر به این میشه که ما زمین آسیب پذیری‌هایی که ما حتی محصولات زراعتی ما باید به بیرون بره پروسس شوه از اینا میتونیم جلوگیری بکنیم و یگانه راه حل دائمی که ما بخوایم شغل دائم در افغانستان ایجاد بکنیم اینمیه که روی زیربناهای اقتصادی کار جدی صورت بگیره تا بر مبنای زو هم از لحاظ اقتصادی ما شاید یک توسعه باشیم و هم از لحاظ فرصت‌های شغلی ما شاید فرصت‌های شغلی مناسب و دائم باشه. بسیار خوب شنان شما در لابلای گفته هایتان هم یادآوری کردین از نحوه پروسس میوه یا تولیدات وطن برای ایجاد صادرات یا امثال این. چقدر جهان اقتصاد خصوصی برای صاحب کار شدن افراد در کشور مؤثر بوده یا همچنان برعکس؟ شما میفهمین که در نظام اقتصاد بازار بیشترین مسئولیت و مکلفیت کارآفرینی و ایجاد اشتغال سکتورهای خصوصی دارد. از یک طرف ما میپذیریم که بعضی فرصتهایی که باید ایجاد میشد برای سرمایه گذاری خصوصی ایجاد نشده و از طرف دیگه بعضی مسئولیت پذیری ها وجود نداره. شما میال مثلا به شکل بسیار عینی در نظر بگیرین تنها در شهر کابل شاید بیش از ده ها یا صد ها تالار عروسی شما دارین در شهر کابل. نمیگم بد است ولی هنوز این نیازهای اولیه مردم شهر کابل تالار عروسی شکل نمیده با وجودی که اینا میتونستن یک کار بدیل دیگه داشته باشن که هم یک کار تولیدی میتونستن ایجاد بکنن و همین که مثلا نفعش به خودش میرسید نفعش به عامه مردم میرسید و هم ما از یک مصرف بسیار کلان جلوگیری میکردیم. حالا مثلا در حداقل عروسی ها شما میبینین که کمتر از 500 هزار 700 هزار مصرف نمیشه. یک موزل بسیار جدی هست. بسیار خوب. باز هم گفتگویتان یک سوال را برانگیخت در ذهنم این که چه مرجعی و چگونه باید کسب و کار مدیریت بکنن مثلا از اینکه انفجار در یک ساحه مخصوص یا در یک سکتور مخصوص ایجاد میشه یا صورت میگیره چطوری میشه جلوگیری کرد؟ مثلا ما شاید هستیم در این 13 سال حتی بعضی از فابریکه ها تبدیل به هتل ها شدن. سرمایه در قسمت از قسمت سرمایه گذاری در قسمت یک سکتور تولیدی بیرون آمده در قسمت یک هتل هتلداری بر افتاده. این خب بدون شک نیازمند یک مدیریت قوی است و ما از آن جایی که
قبل از اینکه پروسه انتخابات ختم شه، ولی خوشبختانه در دو مناظره اقتصادی که توسط از او کار ایجاد میشد و بحث کار بود در دو رسانه معتبر من حضور داشتم که خوشبختانه هر دو تیمی که فعلا یک شدن و یک حکومت وحدت ملی را تشکیل دادن، طرحهای بسیار خوب و موارد بسیار جالبی داشتن که بر مبنای او طرح ما میتونیم که مدیریت خوب داشته باشیم و منسجم انسجام خوبتر داشته باشیم تا حداقل می پولایی که وجود داره حداقل یک سمت اینا سوق داده شوه که هم نفعش به صاحب پول و سرمایه برسه و هم به عامه مردم. در این شک نیست که پولای زیادی به تعبیر شما حتی از بخش تولیدی اینا خارج شدن، اومدن در بخش هتلداری اینا سرمایه گذاری کردن که هنوز حداقل زود است با توجه به وضعیت فرهنگی که ما داریم و وضعیت اقتصادی که ما داریم. خوب است که سرمایه گذاری ها روی بخش های دیگه مثلا صورت بگیره و ما امیدواریم که حکومت جدید این مسائل جدیتر بگیره و این باز هم تاکید میکنم که بستگی به یک مدیریت عالی داره که از طرف وزارت اقتصاد و نهادهای مربوط میشه که مدیریت شود. دقیقاً آقای افتخاری، این روزها گفته میشه که رئیس جمهور تعداد زیاده از وزارتخانه ها را کم میکنه و دوایر دولتی را فشرده میسازه و ای احساس میکنم باعث بیکار شدن تعداد زیاده از افراد میشه، افراد صاحب کار. نظر شما در مورد چی است؟ البته بعد از یک وقفه. با سلام مجدد، در برنامه زیربنا هستید. روی موضوع سطح بیکاری و مشکلاتی که پیرامون این موضوع وجود دارد و همچنان افواهاتی که امروز به دهان‌ها افتاده مبنی بر این که وزارت‌های کم خواهد شد و ادارات هم فشرده و چه تأثیرات روی کار و بیکاری خواهد آورد. و دقیقاً اینجا از آقای علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی خواستیم تا پیرامون موضوع بپردازند. آقای افتخاری، ما همین لحظه سوال پیرامون همین موضوع طرح کردیم، نظر شما چیست؟ ببینین، یه ویژگی های خاص خود داره، کم شدنش یا یک جا شدن بعضی ادارات موازی که یک نیاز هست. وقتی چندین تصمیم گرفته میشه، یک زمان است دو سه تصمیم گرفته میشه، یک زمان یک اداره تقویه میشه، یک تصمیم واحد گرفته میشه، بدون شک تاثیرگذاری زی بیشتر از او است و از طرف دیگه ما از یک مصرف یا بودجه اضافی ما جلوگیری کردیم، همزمان که میشه پول در یک بخش دیگه از او استفاده کرد، در یک بخش سرمایه گذاری کرد یا یک بخش دیگه را دقیقا توسعه و انکشاف داد توسط پول، یک نیاز هست. و نگرانی که شما اشاره کردین که ممکنه با یک جایی بعضی ادارات موازی بعضی افراد بیکار شود، ما تنها یک طرف سکه یا ورق نبینیم. درست است که این هم آسیب پذیری هست که مثلا ممکن اگر چندین اداره یک اداره شود، مطمئنا اما ساختار تشکیلاتیش هم خرد میشه. این دیگه اگر مثلا قبلا به سه اداره 10,000 نفر کار میکرد، ممکن ده اداره بعد از او 5,000 نفر کار بکنه، ممکن 6,000 نفر کار بکنه. ولی ما از یاد نبریم که وقتی یک اداره قوی میشه به جای چندین اداره موازی که کارایی نداره، وقتی یک اداره قوی میشه در دراز مدت ممکن آنن تاثیر داشته باشه، ممکن یک چند نفر بیکار باشه، ولی در دراز مدت جبرانی که میکنه، تاثیرگذاری که داره ممکنه بیشتر از ده ها هزار فرصت شغلی دیگه توسط همین اداره ایجاد شود. ما مثال نمیزنیم که کدام اداره موازی است و کدام اداره تقویه شود. او نظر مقام عالی ریاست جمهوری است بر حسب لزوم دیده مقام عالی ریاست جمهوری هر اداره موازی، و در این شک نیست. ما داریم عملا اداراتی که یک کار چند اداره همزمان پیش میبره. وقتی این تقویه شود، یک شود، مطمئنا تاثیرگذاری او بیشتر هست. بسیار خوب. شرایط کاریابی و همچنان شرایطی که برای ادامه کار در دوایر خصوصی حاکم است، آیا درست است و تحت نظر پالیسی های معین، مشوره های معین دولت اجرا میشه یا برعکس؟ بدون شک تحت نظر دولت هست، اما دو مسئله در اینجا وجود دارد، دو مسئله که واقعا همواره مایه نگرانی وزارت کار و امور اجتماعی بوده. یکی پایین بودن سطح آگاهی افراد از حقوق و قانون کار. مثلا یک کسی که به یک اداره خصوصی مراجعه میکنه برای کاریابی و از طرف دیگه چون گراف بیکاری بالا است، وقتی اندکترین فرصت
شغلی و دست زمینه دیگه بدون از اینکه مثلا قرارداد بخونه و اون مطابقت بده با قانون کار که چقدر قرارداد از اونها در پرتو قانون کار صورت گرفته اتومات امضا میکنه به خاطر از اینکه همین فرصت از دست نده و از طرف دیگه یک خلای قانونی قبلا در قانون کار وجود داشت که وقتی تیم تفتیش وزارت کار برای بررسی نهادهای خصوصی هم میرفت که ببینه چقدر وضعیت کار در اونجا نرمال هست و کدام مورد در نظر گرفته میشه و کدام مشکلات وجود داره از لحاظ قانونی قبلا ما وقتی دیگه داره میرفتیم و اگر با یک تخلف هم دیگه داره مواجه میشدیم از لحاظ قانونی نه حق برخورد قانونی خود ما داشتیم و نه هم میتونستیم که به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی بکنیم که خوشبختانه چند قبل بازنگری در قانون کار صورت گرفت بعد از این دیگه ما تنها ناظر نیستیم بلکه ما عملا میتونیم که مداخله بکنیم و خوب است که برنامه آگاهی دهی بیشتر باشه و مردم هر قدر که از حقوق و قانون کار مردم بیشتر آگاهی پیدا بکنه با مو اندازه ضمانت های کاری زنا بیشتر میشه ما میال عملا میبینیم در خیلی از ادارات بیمه صحی مرتبط به کار در نظر گرفته نمیشه برخورد های سلیقه‌ای در ادارات خصوصی وجود داره مثلا یک نفر صبح می کازریخ امضا کنه برش میگه که شما امروز رخصت هستین چون این هیچ آگاهی از قانون کار نداره فکر میکنه که حق طبیعی همی کارفرماست که هر وقت خواست به ما ماش بده هر وقت خواست ما را اخراج کنه هر وقت خواست ما را استخدام بکنه حالا که بر اساس قانون یک سری الزامات برای کارگر و کارفرما وجود داره که هر وقت کارفرما نمیتونه هر نوع برخوردی که خواسته باشه اعمال بکنه برای کارگر و از طرف دیگه کارگرم هر نوع رفتاری که بخواهد مثلا در جریان کار ناب داشته باشه این دو مشکلی که قبلا وجود داشت مشکل قانونی خوشبختانه حل شده و ما امیدواریم که با ایجاد برنامه آگاهی عامه و از طرف دیگه من فکر میکنم وظیفه خود مردم است حداقل از تمام قوانین تنها مسئله حقوق و قانون کار نیست تمام قوانین ما به عنوان یک کسی که درس خواندیم تحصیل کرده هستیم باید ما بخوانیم یک بار ببینیم که مثلا در کدام قوانین کدام ضمانت های برای ما وجود داره وقتی ما در جریان کار آسیب میبینیم کی از ما حمایت بکنه کارگر کارفرما دولت خود ما یا مثلا یک کس کار پرخطر میکنه در جریان کار وسایل امنی داره نداره این مسائل این مشکلات وجود داشت که ما امیدواریم که با بالا رفتن سطح آگاهی افراد و از قانون کار این مشکل حل شد تا این مدت 13 سال چقدر موفق شدین که کار و حق کار عادلانه و مساویانه بین زن و مرد تقسیم بکنین در کشور وزارت کار خوشبختانه یک از تلاش های شمی بوده که یک فرصت برابر باید ایجاد بکنه اما پیشتر از ویژگی یک از ویژگی های آموزش های فنی حرفه‌ای وقتی به شما گفتم منطق از او داییه که ما از 100% تنها 40% ما سهم خانوما رو در نظر میگیریم 10% سهم خانواده شهدا و معلولین و 50% بر سایر افراد واجد شرایط منطق از ایه است که در خیلی از مورد متاسفانه همی محرومیت های تعلیمی و تحصیلی سبب شد که بخش اعظم از خانوما از تعلیم و تحصیل باز بانند و از طرف دیگه خیلی هایشان کسایی هستند که در خانه مسئولیت اقتصادی خانواده را به عهده دارن و از طرف دیگه چون سطح سواد از اینا پایینن کم سوادن یا بی سوادن کاری هم بر خود دست و پا نمیتونن که این خطرات بسیار جدی متوجه خانوما هست به او دلیل ما تلاش کردیم که حداقل 30-40% تنها ما سهم خانوما رو در نظر بگیریم جدا از سهم کلی که اونا دارن که اینا در حرفه های مختلف حتی مثلا و ویژگی دیگه یا آموزش‌های فنی حرفه‌ای ما این است که ما الزام نمیکنیم که حتما افراد با سواد باشه مثلا ما حرفه های مثل گلدوزی خیاطی چرمدوزی آرایشگری اینا هم هستن که حداقل خانم که حتی سطح سواد پایین داره میتونه که اینا را اداره کار و مزیر فرا بگیره و با استفاده از اون فرصت بتونن که کار ایجاد بکنن چون در خیلی از موارد ما با این خانم ها وقتی که فارغ میشن یک سری ابزار و وسایل کار ما در اختیار زنا قرار میدیم ممکنه این به خاطر از این است که در خیلی از موارد وقتی اینا یک دوره کارآموزی فرا میگیرن و فارغ میشن ممکن بعد از اینا کار نتونن پیدا بکنن در مارکت کار یا از طرف خانه ممکن اجازه نداشته باشن اون سنت هایی که وجود داره و باورهای نادرستی که در خیلی از موارد وجود داره ممکنه برای خانم اجازه ندن که بره از بیرون از خانه کار بکنه با استفاده از همین ابزار و وسایل کاری که ما در اختیارشون قرار میدیم در داخل خانه اینا میتونن که کار ایجاد بکنن و
ویژگی دیگه زیده ای است که اینا چندین خانومی دیگر به عنوان شاگرد میتونن که استخدام بکنن و اونا هم دقیقا همی مهارت هایی که اینا از یک از مراکز آموزش های فنی حرفه ای کاملا معیاری فرا گرفتن اونا فرا میگیره و از طرف دیگه در ادارات دولتی ما هم مراد تلاش مایی بوده که حداقل همی تبعیض مثبت در نظر گرفته شود و همی فرصت های برای خانم ها بیشتر در نظر گرفته شود تا حداقل در نهایت ما شاهد فرصت های یکسان باشیم. بسیار خوب. از خشونت اداری علیه زنان همچنان در ساعات کار حرف زده میشه، سخن زده میشه، نهادهای هم پیرامون موضوع کار میکنن، نظر شما چی هست در این مورد؟ خب متاسفانه چون در خیلی از موارد ما با این مشکلات مواجه هستیم، یعنی بدون ما نمیتونیم این کار بکنیم، مشکلات وجود داره و بررسی هم وجود داره که بررسی به دلیل زی وجود داره که وقتی یک خانم با همچون مشکلی مواجه میشن دیگه اینا سرخورده نشن، میتونن که به ارگان های مربوطهشان، به ادارهشان میتونن که گزارش بدن و خوشبختانه این گراف بسیار پایین آمده، یعنی تقریبا نزدیک به صفر شدن است و او برخوردهایی که ناشی قبلا از حمایت و یا ناشی از روشنگری، هر دو تایشی در این مسئله تاثیر گذاره. روشنگری بیشترین تاثیر داره به دلیل از اینکه وقتی یک خانم بفهمه، چون قبلا در خیلی از موارد حتی باورها به گونه بود که یک خانم وقتی داره مورد خشونت یا برخوردهای نادرست هم قرار میگرفت فکر میکرد که من چون خانومم حق ای آدم هاست که همی برخورد با ما داشته باشه. وقتی اینا آگاهی پیدا بکنه از اینکه مثلا اینا برابر با دیگران میتونن حق داشته باشن کار بکنن و از اون فضای کاری که اونا میتونن استفاده بکنن اینا میتونن استفاده بکنن و بدون از اینکه دلیل موجه داشته باشه هیچ کس نمیتونه بلای کس دیگه اعمال نفوذ بکنه یا سلیقه بکنه. مسئله آگاهی و روشنگری یکی از موارد بسیار اساسی است و از طرف دیگه مسئله حمایت هم اگر وجود نداشته باشه باز هم یک جای کار ما میلنگه در واقع، که این دوتا لازم ملزومی هم دیگه است. بسیار خوب آقای افتخاری، طرحهای حکومت جدید برای کاریابی و کم کردن سطح بیکاری چه خواهد بود؟ بعدا فکر میکنم یک دقیقه دیگه بر برنامه ما وقت داریم. من هنوز زود است که حکومت طرحهای خود بیرون داده باشه یا بیرون بده. تا جایی که من در برنامه کمپاینی در دو مناظره که بین دو کاندید صاحبا بودن طرحهای فوق‌العاده‌ای دارن، از اینکه اول تلاش به این است که بعضی اداراتی که موازی کار میکنن اینا یک شوند و اداراتی که مسئولیت دارن، مسئولیت اصلی متوجه ادارات اصلی هستن، اونا تقویه شوند و یک استراتژی شفافی که مدیریت شفاف را تضمین بکنه ایجاد شوند که بر مبنای از اون هم از لحاظ اقتصادی ما یک دستاورد داشته باشیم و هم از لحاظ فرصت های کاری و شغلی. ممنون آقای علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی که به برنامه تشریف آوردین و موضوع پرداختین. این بود برنامه زیربنای امروز که خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه بعد همین ساعت برای نیم ساعت شما را به خداوند می‌سپاریم. بدرود.